از مرگ بازگشتگان قسمت ششم. من درخت بزرگی را دیدم که روی هر برگش نوشته شده بود راما راما. پس از این رویت او آمادگی بیشتری نسبت به مرگ پیدا کرد. آیا او واقعا به کمک ادراکات خارج از حسی خیش منظره هایی از جهان دیگر را دیده بود؟ در جریان پژوهش‌های مقدماتی مطالب زیادی فرا گرفتیم. پس از آن این مجموعه اطلاعات از جهات مختلف فراروانشناسی، روانشناسی و دیدگاه علوم پزشکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به این ترتیب ما موفق به طراحی نظریه‌های گوناگونی شدیم که بر پایه این داده‌های آماری شکل گرفته بودند. این روش با شیوه کار معماران ساختمان شباهت دارد که ابتدا طرح یا ماکت یک ساختمان عظیم را می‌سازند و پس از تصویب و تایید آن ساختمان را پیریزی و بنا می‌کنند. در اینجا ما نیز قصد داریم طرحی را بسازیم تا در آینده رفتار بیماران در شرف مرگ را با آن تطبیق دهیم. طرح ما یک مدل دو قطبی است و این به خاطر خصلت و طبیعت این طرز تفکر است که زندگی به دو قسمت تقسیم می شود و هر جزء یا قسمت نیمه دیگر را نفی و طرد می کند. این دو عبارتند از فرضیه وجود و استمرار یک زندگی دیگر پس از پایان زندگی کنونی. دو، نظریه فنا شدن جسم و شخصیت یا روان آدمی پس از مرگ جسمانی. از آغاز ما به این نکته مهم توجه داشتیم که اگر کوشش‌ها و بررسی‌های ما یکی از دو نظریه فوق را تایید کند، خود به خود فرضیه دیگر مردود می‌شود. از این رو در همین جا می‌گوییم که مجموعه پژوهش‌های ما تا حدود زیادی فرضیه وجود و استمرار زندگی دیگری پس از مرگ جسمانی را مطرح می‌سازد. در اینجا قسمت‌های مختلف و متنوع این طرح دو قطبی در اختیارتان گذاشته می‌شود تا شما هم بتوانید نظریات و آرای گوناگون را خوانده و بهترین آنها را برگزینید. از این رو در جدولی که در این چند صفحه نوشته می‌شود، دلایل و دعاوی متعددی که از این دو فرضیه حمایت می‌کنند درج شده است. یا زمانی که تماس به واقعیت همچنان باقی است، توهمات خیلی کمتر از زمانی است که تماس با واقعیت از دست رفته است. ب. اعتقاد به وجود جهان دیگر موجب تسهیل در پیدایش توهمات می شود. نوع این توهمات با آیین فرد ویژگی های ارزشی و ارزش های فرهنگی او رابطه دارد. جیم، امید به بهبودی سبب پیدایش توهماتی در زمینه مزامین دنیوی می شود، در حالی که اطمینان به مردان باعث تسهیل پیدایش تخیلاتی می گردد که به جهان دیگر مربوط می شود. د. استرس شدید باعث پیدایش عکس العمل های اسکیزوید موازنه شده و در نتیجه توهمات مربوطه به زندگی در جهان دیگر افزایش می‌یابد. یا زمانی که تماس با واقعیت برقرار مانده است، باز شدن آگاهی بر روی جهان دیگر تسهیل خواهد شد. برعکس، زمانی که تماس از دست رفته باشد، امکانات باز شدن به همان اندازه از بین می‌رود. به اعتقاد وجود جهان دیگری در زندگی موجبات سهولت پیدایش رویت‌های پیش از مرگ را فراهم می‌سازد. گاهی این ادراکات خارج از حوزه دیدگاه‌های فردی، ملی و فرهنگی فرد هستند. امید به بهبودی اثری بر روی کثرت و نوع رویت‌ها ندارد.
یک استرس شدید تقریبا صدی در برابر ESP به وجود می آورد و در مجموع چندان اثری بر روی کثرت و تنوع ادراکات بیمار در زمینه زندگی پس از زندگی ندارد. روش تحقیق در پژوهش چند فرهنگی. کوشش فراوانی به عمل آمد تا دومین تحقیق آمریکایی و پژوهش‌های معادل آن در هندوستان حتی امکان شبیه به یکدیگر باشند، تا پس از جمع‌آوری اطلاعات مقایسه داده‌های آماری با یکدیگر علمی و دقیق باشد. در هر دو کشور پرسشنامه‌های یکسانی مورد استفاده قرار گرفت. فقط محتوای برخی از پرسش‌ها و نحوه انجام مصاحبه تغییرات جزئی داشت. با توجه به اختلاف عمیق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی و غیره بین این دو کشور پهناور، اعمال این تغییرات ناچیز لازم به نظر می‌رسید. از سوی دیگر جمع‌آوری پرسشنامه‌ها در دو کشور متفاوت بود. زیرا در هندوستان مشکل ارتباطات وجود دارد. برای مثال در امریکا با سهولت فراوان توانستیم از طریق پست پرسشنامه‌ها را پخش یا دریافت کنیم، در حالی که این کارها در هندوستان از طریق مصاحبه با پزشکان و پرستاران و در محل کارشان صورت گرفت، چون تلفن و پست وضع مطلوبی نداشت. پرسشنامه ابتدایی. این پرسشنامه به ادراکاتی مربوط می شود که در بستر مرگ و در نزد بیماران محتضر اتفاق افتاده اند. برای مثال از کسانی که شاهد این جریان بودند اطلاعات زیر درخواست شده است. تا کنون چند بار شاهد لحظات پایانی زندگی یک بیمار بوده اید؟ حدوداً چند نفر از این بیماران تحت درمان یا مراقبت شما بودند؟ آیا شما شاهد پیدایش حالات توهمی در نزد بیماران بوده اید؟ منظور پرسش بالا ظهور اشخاص زنده، اشخاص مرده، چهره های اساطیری یا مناظری از جهان دیگر است. آیا پدیده هایی که در بیماران نجات یافته مشاهده کرده اید با یکدیگر شبیه هستند؟ منظور از بیماران نجات یافته کسانی هستند که با وجود استقرار در لحظات نزدیک به مرگ با تلاش پزشکان بار دیگر به حالات عادی برگشته اند. آیا درست پیش از مرگ تغییرات روانی بارزی در رفتار یا وضع سلامتی بیمار پدید می آید؟ در پژوهشی که در آمریکا صورت گرفت، ابتدا 2500 پزشک و پرستار به صورت اتفاقی انتخاب شدند و برای هر یک از آنها نسخه‌ای از پرسشنامه با پست فرستاده شد. برای کسانی که جواب نفرستاده بودند، تنها برای یک نوبت نامه گوشزد کننده ارسال کردید. در هندوستان به دلایلی که در بالا به آنها اشاره شد، این پرسشنامه از طریق پست توزیع نگردید و در مراکز پزشکی به صورت مصاحبه یا تحویل حضوری پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شدند. در بیشتر موارد رؤسای بیمارستان‌ها در یک جلسه گردهمایی بزرگ ما را با پرستاران و پزشکان بیمارستان آشنا می‌کردند. در این شرایط ما ابتدا این افراد را با روش و اهداف تحقیق آشنا می‌کردیم و پس از آن پرسشنامه بین آنها پخش می‌شد و در همان جلسه پس از پر شدن این پرسشنامه ها جمع آوری می شدند. همانطور که مشاهده کردید، پرسش ها به وقایع زیر مربوط می شدند که در صورت وجود آنها یک مصاحبه تفصیلی هم صورت می گرفت. توهماتی که به وسیله افراد زیر دیده می شوند، اغلب مرحله آخر که بعد فوت می شدند. بیماران نجات یافته یعنی پس از لمس مرگ بار دیگر به زندگی ادامه دادند. توهمات در مورد اماکن، در بیماران مرحله آخر، در بیماران نجات یافته،
مشاهده تغییرات ناگهانی و عمیق در وضع روانی، برای مثال پیدایش ناگهانی یک حالت شادی، صفا، آرامش و غیره در محتضران. همانطور که پیش از این متذکر شدیم، از 5000 نمونه آماری در آمریکا 1004 نفر پرسشنامه ها را بعد از پر کردن پس فرستادند. در هندوستان تقریبا تمام پرسشنامه هایی که توزیع شد پس از پر شدن فوراً در اختیار ما قرار گرفتند. در این کشور 704 پرسشنامه پر شده بود، در اختیار ما قرار گرفت که در پایان تحقیق با افزودن آنها به 1004 پرسشنامه آمریکاییان در جمع 1708 پرسشنامه در اختیار داشتیم که تقریبا در نیمی از آنها، یعنی 877 مورد، با مصاحبه های تکمیلی سطح اطلاعات ما درباره بیماران خیلی عمیق‌تر و بیشتر شد. نحوه انجام مصاحبه ها در ایالات متحده مصاحبه ها از طریق تلفن انجام شد، ولی در هندوستان این کار از طریق مذاکره حضوری صورت گرفت. این ورقه ها شامل 69 پرسش می شدند که چند جوابی نبودند و به افراد این امکان را داده بودیم که به صورت تفصیلی به سوالات ما پاسخ بگویند. برخی از اطلاعاتی که ما از این افراد درخواست کرده بودیم در مجموعهای زیر ذکر شدند. 1. اختصاصات فردی بیمار، مانند جنس، سن، سابقه تحصیلی، مذهب، شدت اعتقاد مذهبی و باور به زندگی بعد از مرگ. 2. اطلاعات پزشکی درباره بیمار، تشخیص بیماری او، سابقه پزشکی وی، داروهای تجویز شده برای او و بالاخره منحنی حرارتی بدن او. 3. اطلاعاتی درباره فرد مشاهدگر، برای مثال سالی که او دیپلم پزشکی گرفته، نوع تشخیص یا گرایش وی، مذهب و آیین او. در مصاحبه کوشش می شد که جزئیات بیشتری درباره رویت و شهود بیمار جمع آوری شود. اگر بیمار جزء نجات یافتگان بود، از خود او هم اطلاعات تکمیلی اخذ می شد. در مرحله پایانی تمام این داده های آماری بر روی کارت های کامپیوتر پانچ یا منتقل می گردید. همانند پژوهش ابتدایی در قالب موارد 471 مورد بیماران در مراحل پایانی زندگی با توهماتی برخورد کرده بودند که مشخصات آنها ثبت شده بود. تعداد این افراد در آمریکا 216 نفر و در هندوستان 255 نفر می شد. در این جمع 120 بیمار نجات یافته هم وجود داشتند که در شرحی که بیان کرده بودند رویت افرادی هم ذکر شده بود. از این جمع از این جمع 56 نفر در ایالات متحده و 64 نفر در هندوستان اقامت داشتند. پس در مجموع یک جامعه آماری 591 نفری در اختیار داشتیم که رویت یک فرد مهمترین یافته آنها بود. در مصاحبه هایی که انجام دادیم به 112 نفر از بیماران برخورد کردیم که طی ادراکات خود به دیدار اماکن نایل شده بودند. از این جمع 69 تن جزء بیماران مرحله آخر بودند که 46 نفر از آنها آمریکایی و 23 نفرشان هندی بودند. از بیماران نجات یافته 43 تن به رویت اماکن رسیده بودند که 18 نفرشان در ایالات متحده و 25 نفرشان در هندوستان اقامت داشتند. پیش از مرگ در وضع روانی 174 تن از این گروه تغییراتی پیدا شده بود. از این تعداد 106 نفر آمریکایی و 48 نفر هندی بودند.
اطلاعاتی جمع‌آوری شده در مورد این 877 نفر با دقت مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و از کارشناسان آماری برجسته و کامپیوترهای پیشرفته استفاده به عمل آمد. پس از این مقدمات نتایج نهایی به دست آمدند که در برخی از موارد نیاز به توجیه، تفسیر و تعبیر داشتند. در این مرحله بود که ما آمادگی پیدا کردیم تا بر اساس داده‌های آماری فوق گزارش پایانی پژوهش و این کتاب را بنویسیم. ظهورها به روایت بیماران محتضر. دیدن افرادی که برای دیگران نامرئی هستند یکی از مهمترین و اسرارآمیزترین پدیده‌هایی است که در لحظات نزدیک به مرگ توسط برخی از بیماران گزارش می‌شود. در تحقیق ابتدایی اوسیس ثابت کرد که این توهمات معمولاً می‌توانند به سه گروه تقسیم شوند: 1. توهمات نامنسجم، مشوش و بدون رابطه با حقایق موجود. 2. توهمات منسجم ولی مربوط به سوژه‌های عادی و پیش پا افتاده. 3. توهمات منسجم در ارتباط مستقیم با مرگ بیمار یا گذر به زندگی دیگر. توهمات گروه اول برای پیگیری و پژوهش در این پروژه بدون ارزش تشخیص داده شدند. برعکس توهمات گروه دوم را برای مقایسه با توهمات مربوط به زندگی بعد از مرگ، نگهداری و به دو دسته تقسیم کردیم. الف، نوعی از خوابهای هوشیارانه مانند مورد یک دهقان هندی که فکر می‌کرد از سوی صاحب زمینش که از او طلبکار است تحت تعقیب قرار گرفته است. ب، یادآوری خاطرات یک سیر قهقرایی در زمان مانند یک افسر نیروی دریایی که در جریان توهمات خودش را دوباره در حال هدایت یک کشتی جنگی در رودخانه هودسون احساس می کرد. یادآوری خاطرات مسلماً پدیده‌ای نیست که محصول قوه تخیل و آفرینش ذهن بیماران باشد. پس ما به سختی می توانیم بین این دو مقوله یک مقایسه به عمل آوریم. به بیان دیگر، خاطرات مربوط به ایام گذشته هستند و با وضعیت کنونی بیمار ارتباطی ندارند. بنابراین در مقایسه مورد نظر ما باید تجربیات بیمار در زمینه ادراکات مربوط به این جهان را با رویاهای مربوط به جهان دیگر مورد مقایسه قرار دهیم. در بین گزارش‌های متعددی که به عنوان توهمات لحظات نزدیک به مرگ جمع آوری شده اند، گاه با مزامین منسجم و مرتبی برخورد می کنیم که نه تنها با موضوع مرگ بیمار مرتبط می شوند، بلکه با نظریه زندگی در جهان دیگر و پس از مرگ هم قابل انطباق هستند. این یکی از آنهاست. بدون اینکه حرفی بزند با لبخند شروع به نگاه کردن به یک فرد نامرئی یا چیز دیگری کرد. پیش از این واقعه این خانم خیلی احساس بدبختی می کرد. او بعدها به من گفت که در آن لحظات خواهر فوت شدهش به دنبالش آمده بود. او بلافاصله از این مطلب آگاهی پیدا کرده یا به آن ایمان پیدا کرده که به زودی خواهد مرد، ولی اطلاع از این مطلب برایش بی اهمیت بود. حتی می توانستیم بگوییم که دیدار خواهرش تا حدودی از میزان نگرانی‌هایش هم کاسته بود. این تجربه بسیار جالبی تلقی می شد. گاهی بیماران در لحظات پایانی زندگی موجودی مانند راما را می بینند که این رویت فرشته مرگ با اعتقاد به وجود زندگی دیگر ارتباط دارد. زمانی که ما از واژه توهم استفاده می کنیم، قصد نداریم که اعتبار و اصالت این رویاها را نفی کنیم، بلکه برعکس
با توجه به معنی لغوی این کلمه در روانشناسی و روانپزشکی می خواهیم بگوییم که این افراد در هر صورت چیزهایی را می بینند ولی ممکن است آنها را با اختلافی بیان کنند. در مورد ادراکات یک کودک 2.5 ساله برخی از همکاران ما اعتقاد دارند که او به رؤیت چیزی یا فردی رسیده که اصالت آن بیشتر از توهم است، زیرا این کودک کوچکتر از آن بود که بتواند تصوری از مرگ و باور به جهان دیگر داشته باشد. او در آرامش عمیقی استراحت می کرد، ناگهان برخاست و بر روی بسترش نشست. دستهایش را به طرف جلو دراز کرد و با احساس واژه مامان را بر زبان آورد. بعد بلا فاصله روی تختش افتاد و فوت شد. پایان قسمت 6.